با سلام دوستان عزیز، از اینکه یگانه تیوی را انتخاب کردین بسیار بسیار از شما سپاسگزار هستم. لطفا کانال را سابسکرایب کرده و روی آیکون زنگ کلیک کنین تا از ویدیوهای جدید ما با خبر شوید. لطفا با گذاشتن کامنت، نظرات و انتقادات خود را به ما اعلام کرده در بهبود و کیفیت ویدیو به ما کمک کنید. حال میپردازیم به دیدن این ویدیو. حقایق جالب از مخفیگاه‌های سری در سوئیس. سوئیس یک کشور بی‌طرف از نظر سیاسی است و در این حال دارای یک ارتش قوی است. در سرتاسر آلپ‌های سوئیس مخفیگاه‌ها و پایگاه‌های نظامی وجود دارد که به قطع با محیط طبیعی اطراف آن ترکیب شدند و برخی از آنها به شکل سنگ‌های عظیم و برخی در قالب ویلا و کاخ‌های دنج یا استبل‌های استتار شده‌اند که ممکن است در مواقع اضطراری باز شوند. تکانه‌های سنگین یا مسلسل‌های در آنها جاسازی شده که می توانند هر نظامی را که به آنها نزدیک می شود منفجر و منهدم کنند. سوئیسی ها همچنین غارهای بزرگ و گسترده ای را به عنوان پناهگاهی در سمت کوه به کار گرفتند تا به عنوان پایگاه های هوایی ویژه و با گاراژ برای هواپیما عمل کنند و هر پل بزرگ، تونل، جاده و راه آهن به گونه ای ساخته شده است که در صورت لزوم ممکن است عمدن فرو بپاشد تا در مواقع جنگ ارتش های دشمن را دور نگه دارد و جاده نیز می توانند با برداشت دادن سریع موانع بین خطوط به باند پرواز تبدیل شوند. هر خانه در سوئیس دارای سرپناهی است که در برابر انفجارهای هسته‌ای مسئول هستند و همچنین در مؤسسات و بیمارستان‌ها و همچنین نزدیک به 300 هزار پناهگاه و 5100 پناهگاه عمومی وجود دارد که در صورت لزوم می تواند همه ساکنان سوئیس را در خود جای دهد. سوئیس با 200 هزار پرسنل نظامی فعال و 3 میلیون 600 هزار سرباز ذخیره، هر شهروند زیر 34 سال در بعضی موارد زیر 50 سال یک سرباز ذخیره حساب می شود، بزرگترین ارتش دنیا را دارد و همه سربازان نیز مجاز به گرفتن سلاح‌هایی هستند که به طور ویژه به آنها اختصاص داده شده و آنها را به خانه‌های خود می‌برند. بنابراین اگر کسی فکر تهاجم به سوئیس به سرش بزند، با یک ملت تاب دندان مسلح مواجه خواهند شد. در واقع ارتش غیر نظامی قدرتمند در سوئیس به حفظ بی‌طرفی این کشور و جلوگیری از حمله کشورهای همسایه به سرزمین سوئیس کمک کرده و این کشور به مدت 200 سال درگیر هیچ تنش و جنگ نظامی نبود است. پناهگاه‌سازی از کوههای آلپ سوئیس که از دهه 80 قرن 19 آغاز شد و در طول جنگ جهانی و دوباره در دوره جنگ سرد تشدید و نوسازی شد، اما امروز به عنوان کشور بی‌طرف و بدون تهدید مستقیم در مرزهای خود، اکثر این پناهگاه‌ها خالی شدند و بسیاری از آنها در وضعیت نامناسب قرار گرفته و برخی از آنها به پناهگاه‌های بی‌خانمان و برخی دیگر به مراکز توریستی مانند موزه‌ها و هتل‌ها تبدیل شده است. ترکیب هنر و محیط طبیعی برای ساختن این سازه‌های نظامی. دولت سوئیس موضع تعطیلی پناهگاه‌ها را در نظر گرفته است، اما هزینه متوقف کردن خدمات که در حدود 1 میلیارد دلار تخمین زده شده بسیار بیشتر از هزینه سالانه نگهداری آن است. در حالی که موضع بستن یا نگهداری این سازه‌های نظامی در سوئیس هنوز در حال بحث است، احتمالاً این پناهگاه‌ها همچنان در جای خود باقی بمانند، زیرا همچنان از آنها به عنوان پناهگاه‌های برای عواقب ناشی از بروز فجایع هسته‌ای استفاده می شود و به عبارت دیگر بی‌طرف بودن سوئیس تضمینی در برابر فعالیت‌های رادیواکتیو نیست. مخفیگاه نظامی شبیه یک خانه معمولی. در سال 1978 قانونی به تصویب رسید که تمام ساختمان‌های تازه ساز را ملزم می‌کند تا یک پناهگاه در برابر فجایع هسته‌ای را در ساختار خود بگنجاند و اگر خانواده از این امر سر باز بدارد، باید هزینه محل اجتماع خانواده خود را در یکی از پناهگاه‌های عمومی کشور بپردازد. سوئیس تنها کشوری در جهان است که پناهگاه‌های برای تمام 8 میلیون تن جمعیت خود دارد. سوئیس را به شکلات، ساعت و اسکی رو یخ می‌شناسد، اما با این عکس‌ها مهارت استتار هم به توانمندی سوئیس اضافه می‌شود.